این صدای جوانان ایران است. این صدای جوانان ایران است. بیاین این تفاوت‌ها رو درک کنیم. با داشتن تفاوت‌ها در کنار هم تفاهم داشته باشیم. تفاهم یعنی همین. من اصلا دینو قبول ندارم. جدی؟ اصلا دین اومده که سر همه رو کلاه بذاره. هر دینی. آقا چرا میگم تو مملکت ما آزادی نیست؟ اینایی که میگن اینا قبل از انقلاب یا نبودن یا اگرم بودن کتمان میکنن. اگه قبل از انقلاب اینا بودن اون وقت میدونستن آزادی یعنی چی؟ آزادی همه چی حجاب نیست. آزادی فکری خوبه، آزادی بیان خوبه، آزادی که مردم بتونن راحت زندگی کنن. اگه من چه آزاری میتونم به کسی برسونم؟ تا وقتی که من آزاری واسه کسی نداشته باشم، سلب آسایش نکنم، فکر نمی‌کنم حقی از کسی ضایع بشه. مثلا لجای رهبران دینی ما یه سری آدم، مثلا استاد دانشگاه می اومدن تبلیغ انسان بودن رو میکردن، تأثیرش خیلی بیشتر بود. خیلی آزادی از این بالاتر، یعنی از این جلوتر، برای اون آزادی که اونایی که مد نظرشونه کشور خراب میشه. آزادی رو محکم بگیری له میشه، شل بگیری میپره، متعادل بگیر دیگه. مسلمه شما هر جایی که میریم باید تو اون چارچوب باشین. الان ما تو ایرانیم، چارچوبش هم اینه که یه سری از قانونایی که گذاشتن رو رعایت کنیم. من از هر دری که شما بخواید بتونم واسه شما ساعت ها صحبت کنم. خیلی متاسفم از این بابت، ولی این روزهای من خیلی بد نیست. ارتباطتون با دینی چجوری؟ من اصلا دینو قبول ندارم. جدی؟ اصلا دین اومده که سر همه رو کلاه بذاره. هر دینی. اصلا انسان الان آدم هر چی که بیشتر کتاب بخونه، بیشتر بره تو علم، بره تو فلسفه، بره تو عرفان و این بیشتر چیزا، متوجه میشه که اصلا دین اومده که سر همه رو کلاه بذاره. شعر رو همش. اصلا یعنی چی؟ وضعیت دینداری رو در طول این 40 سالی که از انقلاب میگذره چطور ارزیابی میکنید؟ رو به پیشرفت و بالغتر شدن رفته یا اینکه نه ذوب شده در گذر زمان؟ پیشرفت رو من بالا میدانم، فوق العاده. اسلامی که معرفی بشود به عنوان که یک سلسله مناسک، این خیلی دشمن ازش حراسی نداره. اما امروز چرا میبینیم که دشمن تمام قد میاد جلو برای مبارزه با اسلام و اسلامی که انقلاب اسلامی مطرح میکنه؟ علتش اینه که انقلاب اسلامی روح واقعی اسلام رو زنده کرد. عوامل دین گریزی در جامعه. عوامل دین گریزی در هر جامعه ای به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود. یک، عوامل محیطی مانند عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، نظیر نارسایی عوامل مؤثر در معنویت گرایی، تهاجم فرهنگی، رواج خرافه پرستی، هوا پرستی، منفعت طلبی ها و درگیری برخی گروه ها و جناح های مذهبی بر سر کسب مقام و قدرت، تعارض قول و عمل متولیان و طرفداران حکومت دینی. چرا یه مرد باید خودش این اجازه رو بده اسید؟ اسید بگیره دستش بپاچه رو صورت زنی که حالا روسری شاید یه وجب هم پایین تر باشه، اصلا روسری نداشته باشه؟ ناله. چطور میتونه به خودش همچین اجازه بده جوونی یک انسان رو بگیره تباه کنه؟ کی خبر داره از اون دختره که صورتشون سوخت، زندگیاشون سوخت؟ چه حالی دارن؟ یک نفر محاکمه شد؟ نشد. این همه تجاوز شد به بچه‌ها، یک نفر محاکمه شد؟ نشد. از 40 تا آدمی که تجاوز، به 40 تا دختری که تجاوز شد، 2 نفر رو گرفتن. چرا باید این اتفاقا بیفته؟ بابا به خدا ما کمترین حقمون رو می‌خوایم. چرا رویای ما باید زندگی توی کشور اروپایی باشه؟ من کشورمو دوست دارم، ولی به شخص دنبال اینم که برم، نمیتونم دیگه، بریدم دیگه، خسته شدم. تو همشون مسخره بازی‌ها. میگی مثلا یکی اومده حرف خوب زده به مادر پدرتون خوبی کنه، یکی اومده گفته مثلا مال اونو نخور، خب چیز منطقیه که نمیاد به که مال برو مال همسایه‌تو بخور که.
اصلا چیزی نیست که چیزای منطقی نیست اصلا چیزی. ولی کلا اصلا دین چیز خوب نیه. انسان میتونه فکر کنه، انسان اصلا قانونش بر روی انسانیت، من ایدئولوژیم روی انسانیته. آدم فکر میکنه، تصمیم میگیره، طبق انسانیت رفتار میکنه. مجبورم اینجا زندگیمو، خانواده‌مو، رویهامو همه رو اینجا دفن کنم و برم. چرا؟ چون آرامش ندارم، چون آزادی ندارم، چون هیچ حقی ندارم. علت دوم نیز شامل عوامل درونی نظیره گرایش به تمایلات و هواهای نفسانی، ضعف بینش دینی افراد، ضعف و سستی بنیانهای دینی خانواده ها می شود که بخش اعظم آن می تواند از سوی مورد اول آسیب جدی داشته باشد. شما وقتی با لایه های مختلف مردم ارتباط می گیری بیرین نخیر، اصلا دین جزئی از زندگی اوناست، عموم مردم. حالا یک کسی هم یه جایی یه ناهنجاری به وجود میاد، باید برگردی ریشه یابی بکنی، آیا مشکلات اقتصادی داره، آیا مشکلات خانوادگی داره، آیا اصلا یک مهره ای هست، آیا اصلا بیمار روحی روانی هست. حالا موارد خاص مورد بحث نیست، عموم هست. دین راستی با خدا فرق داره. تمام انسان ها به یه منشأ الهی معتقدن، حالا هر کسی، ولی دین، من با دینش مخالفم، من کلا دین و دینش باش مخالفم، چون انسان خودش داره عقل و شعوره و بر اساس انسانیت میتونه تصمیم بگیره، خودشو بذاره جای خیلی های دیگه وقتی میخواد فعالیتی انجام بده و اون حکم انسانیشو ببینه چی میشه و انجام بده. مثلا اینا که عقیده اصلیتون بر یک تا پرستی و انسانی بودن. بله. نباید اینطور باشه. مگه تو اروپا چی ریختن؟ مگه تو آمریکا چی ریختن؟ به خدا چیزی نیست. ما دوست داریم همینجا بمونیم، همینجا کشورمون رو بسازیم. ولی یه ذره به ما اجازه تنفس بدین، یه ذره اجازه حرف زدن بدین، اجازه پیشرفت بدین. چرا اینقدر منطق نداریم؟ یعنی بد دفاع کردن‌ها و ریشخند کردن‌هایی که یه زمانی شاید جواب میداد که هم موقعش هم نباید میبود، یا اصلا تفکر خود گوینده و شنونده همین بود، الان اون نوع دفاع دیگه جواب نمیده. من گوینده، من مبلغ باید درست دفاع بکنم. اگر من همچنان اونجوری دفاع بکنم، بعد جلسه میرم خیالم راحت، خب الحمدلله ما مسئولیتون انجام دیم. شمای مخاطر جوان و غیر جوان فرق نمی کنه، دیگه وقعی به این حرفا نمیذاری. الان موسیقی غیر مجازه، تدریس موسیقی به بچه های چیز غیر مجازه، اما اگر عربی درس بدی شاید دلخواه خیلی بیا باشه. من نمیتونم، تو تخصص من نیست عربی درس دادم. تخصص من موسیقی درس دادن، من به خاطر زحمت کشیدم، رفتم درس خوندم، دوره دیدم، بها دادم، جوانیمو گذاشتم، سالها مجانی کار کردم، ولی نمیتونم با امنیت کار کنم. من بیمه ندارم، من امنیت شغلی ندارم، اگر فردا یه جام حقمو بخورن حتی حق شکایت هم ندارم، چون کار غیر قانونی کردم از لحاظ نهادهایی که توی سیستم هستن. خود دین به هر حال مسئولیت سازه، آدم خسته میشه، دوست داره یه فراری بکنه، اینها رو کنار هم جمع میذاره، به نهایت این مقدار اون ذهنیتش ضعیف میشه و وجدان خودش میخواد جور دیگه ای راحت کنه. لذا دینداریشون یا ضعیف شده یا تغییر کرده به یک نوع از این عرفانهای سوپرمارکتی که حالا یک نوع ارتباطات الهی، معنوی، آسمانی، کهکشانی به هر حال داشته باشن، همونی که خودشون میخواد باشه، رضایت قلبیشون حاصل شه، وجدان خودشون آروم کنن و دیگه درگیر این مسئولیت هم نشن، چون تو این چالش ها نتونستن بیان بیرون. ولی اگه مثلا کسانی بودن که این چیزها رو بیشتر ترویج میدادن تا این مسائل دینی رو، مثلا انسان بودن رو به فرض مثال همین که شما میگین، فکر میکنی که مثلا چه شکلی داشت دنیا و این جامعه به خصوص ایران؟ مثلا به جای رهبران دینی ما یه سری آدم، مثلا استاد دانشگاه، می اومدن تبلیغ انسان بودن می کردن، تأثیرش خیلی بیشتر بود. ممکنه جفتشون یه کاری انجام بدن، ولی شکل و شمایل این بله آدم، اصلا شکل و شمایلش فرق می کنه، تأثیرش فرق داره اصلا. به نظر من تأثیر اون بیشتر، حالا انجام نشد ببینی، ولی به نظر من تأثیر اونوری بیشتر. جایگزینی تعلیم به جای تفکر. به نقل از یکی از عالمان دین مبین اسلام که می‌فرماید علارغم گزینه تعلیم و تربیت که بایستی به جوان مجال اندیشه داد و آن را ترغیب به فکر کرد،
نظام تعلیمی و تبلیغی ما تعلیم را به جای تفکر گذاشته است و در حقیقت منتهی شده است به انباشت محفوظات. پس من چی کار باید بکنم؟ من که اجازه کار الان بهم نمیدین. آزادی حجاب و صحبت و بیان و هیچ حقوقی ندارم. خب پس اصلا واسه چی زندم؟ رسالت همه زنها این نیستش که به دنیا بیان و به دنیا بیارن. من دوست دارم پیشرفت کنم. من دوست دارم تو زمینه تخصصی خودم به بالاترین سطح برسم. من شاگردایی دارم تربیت میکنم که شاید پیش بهترین اساتید کشور دارن ساز میزنن و خدا رو شکر همیشه خیلی هم تشکر کردن، خیلی راضی بودن. خب ولی متأسفانه همیشه قاشقی کار کردم، یواشکی کار کردم. چرا؟ چون به مزاق خیلی خوش نمیاد. خب عربی درس دادن هم به مزاق من خوش نمیاد. عدم توجه به حس کاوش و حقیقت جویی. معمولا انسان‌ها به دانستن حقیقت گرایش دارند. منکوب کردن و تشر زدن روشی است که در برابر اصل حقیقت جویی وجود دارد. نمی‌توان پرسشی را از میان برد. اگر با پرسشی مخالفت شود، به اشکال انحرافی ظاهر خواهد شد و باعث می‌شود تا انسان چون پاسخی دریافت نکرده است، خود در آن زمینه تجربه پیدا کند و باعث می‌شود تا انسان چون پاسخی دریافت نکرده است، خود در آن زمینه تجربه پیدا کند. یعنی اگر مسائل دینی رو انسان‌هایی که مثلا من گفتم به جز این کسایی که الان هستن انجام میدادن و ترویج میکردن، فکر میکردین که شما نظرتون غیر از اینی بود که الان هست در مورد دین؟ در مورد دین نه، چون تغییری نمیکرد. نه یعنی همچنان معتقدی که دین یه چیز بریه؟ بله. به درد کسی هم نمیخوره. بله. بعد اینکه کسی که عالمه که نمیاد تبلیغ دین رو بکنه که. احسن. متقابلا اگر از سوالات و مجهولات افراد به درستی و با پاسخهای منطقی استقبال شود، به جای مصرف کننده اندیشه تولید کننده اندیشه های دینی می شویم. به همین دلیل هر نهاد اجتماعی باید به پناهگاه های امن پرسش های پنهان در لایه های ذهن تبدیل شود تا امکان پاسخگویی به آنها را پیدا کنند. داریم؟ بله داشتم غیر فعالش کردم. کیا رو دنبال میکنی؟ من اصولا خیلی بیشتر دنبال عکاسا هستم، بازیگرا، خواننده ها. یه چند تا از بازیگرای خانوم هم فکر میکنم داشته باشم. چند تا بازیگر میشناسی؟ یک، دو، سه، چهار. نگاه میکنم ولی همیشه برام مهم نیستش. آقای رضا عطاران رو بعضی وقتا دنبال میکنم چون پستی که میذارن شب برام یکم بعضی وقتا بتونه تو استراحت هم استفاده شد. خیلی از کارهای تئاترشون میذارن، از زندگی شخصیشون یکم پست میذارن. سلبریتی هایی که مورد علاقه هم هستن دوست دارم راجب زندگیشون، راجب لایف استایلشون چه داری بدونم برای هم. افراد تأثیرگذار توی زندگی شما کیا هستن؟ یعنی الگو هم؟ هم الگو، همین که ممکنه پدر و مادر یه نصیحتی رو به شما بگن شما گوش نکنی ولی اون آدم یه جوری به شما میگه مثلا شما میپسند، یا مثلا ممکنه یه دوست باشه که سری دوست دارین شما مثل رفتار و حرکات اونو داشته باشین مثلا روش و سبک و سیاق و اون زندگی کنین، بالاخره خوشتون میاد، مثبت براتون. استادام بودن، استادای موسیقی بودن. بله. در پی این مسئله میرسیم به بحث سلبریتی ها. نقش سلبریتی ها در تزریق انرژی مثبت در جامعه چقدر میتونه باشه؟ چی میتونه باشه به نظر شما؟ نقش سلبریتی ها در زندگی اجتماعی. سلبریتی ها یا چهره ها در تمام طول تاریخ در کنار اندیشمندان حضور داشتند و حتی با آنها زندگی مسالمت آمیزی را سپری میکردند. اونها از روزی که پای رسانه به میان آمد، این سلبریتی ها بودند که دست بالا را گرفتند و برای همه چیز نسخه مورد علاقه و شخصی خود را تجویز کردند. چیکار دارن؟ فالو لازم نیست کنی، فلانی ازدواج کرده، فلان به من چه ازدواج کرده؟ من درس دارم، کار دارم، زندگی دارم، درد من چیز دیگه است. من دو ماه این اینستاگرامم پاک کردم
چون واقعیت دیدم که داره یه جورایی به شعور خودم توهین میشه. خیلی دارن از مردم سوء استفاده میکنن. میان راحت با یه جمله قشنگ با یه عکس راحت مردمو فریب میدن. بعد کامنتایی که میخونم خیلی افسوس میخورم. این سلبریتی ها که زندگی شخصی خودشون رو نمیتونن جمع جور کنن، چرا راجع به جامعه اظهار نظر میکنن؟ در مورد چیزی که نمیدونن یا تخصصی در موردش ندارن، برای چی باید اظهار نظر کنن؟ سیاست بین الملل صحبت میکنن، اقتصاد صحبت میکنن، رامبد جوان صحبت، ایکس صحبت میکنن. آقا تو نمیدون رو چیه صحبت میکنی؟ میگه نظر شخصی می، همینو یاد گرفتن. خب همین نظر شخصی، نظر شخصی نمیشه که. ببین یه پدیده ای داریم به اسم محبوب سازی. بدونه که بفهمیم بعضی موقع درگیرش هستیم ما. یک آدم رو محبوبش میکنیم. یا میشه اصلا، نه اینکه ما این کارو بکنیم به قصد. و یک جریانی رو از دهان و از زبان این آدم تزریق میکنیم به شبکه‌های اجتماعی مثلا توی جامعه، و این چقدر تأثیر میتونه داشته باشه به نظر شما؟ و آیا حکومت مشکل داره با این مسئله یا خیر؟ از نوع پوشش و سبک زندگی گرفته تا نحوه مواجهه با اندیشه ها و اتفاقات روز، گاهی نیز این افراد حتی نوع واکنش ما به جریانات سیاسی و اجتماعی را هدایت کرده و برای ما سیاست مدار هم تعیین می کنند. ببین سوای این که حالا موسیقی به شما تدریس کردن چه خصیصه ای داشتن که این کلن میگم آره میخواستم اینو بگم اتفاقا اون مهمه. سوای موسیقی من پیش اساتیدم مثلا خونه شون میرفتم درسته کار. من خونه اینا آداب و معاشرت یاد گرفتم، حرف زدن یاد گرفتم، با افراد کلن برجسته صحبت کردن. و استاد من یه جوری بود که مثلا اکثرا خونهاش افراد دکترای موسن و دکتر یعنی مثلا زمان شاه دکتر اینجوری می اومدن، افراد مثلا جنتلمن درسته نشست و برخاست با اونا، تأثیرات با چیزایی که از اونا یاد گرفتم حالا سوای موسیقی، چیزای اخلاقی که گفتن. من فکر کنم جواب سوالتون رو تو سوالتون دادیم. سلبریتی های ما شاید ما تو کشور نیستیم که خیلی سلبریتی محور باشیم. سلبریتی های ما هم ببخشید یه چیز دیگه هم بهتون بگم بعد این صحبت رو تموم کنین، سواد سلبریتی ها هم خیلیه مثلا نقش ممکنه داشته باشه تو این مسئله. حالا بفهم ما کسایی نیستیم که خیلی سلبریتی محور باشیم. برای همین من احساس میکنم نقش سلبریتی ها در دادن انرژی مثبت خیلی کمرنگه، به خاطر که مردم ما انقدر گرفتاری و مشغله و دردسر و مشکلات دارن که شاید اگه یه سلبریتی حتی هدفش این باشه که انرژی مثبت تزریق کنه به جامعش خیلی مورد مضحکی حتی قرار بگیره، که این چه دلش خوشه، نفسش از جای گرم در میاد، دستش رو به آتیش گرفته، تو گود نیست بفهمه، آره دیگه مرفهن بی دردن. حتی بازخوردی که داره تو جامعه ما به همین شکل خواهد بود. خب به نظر من به طور کلی که واقعا سطح مطالعه همون پایین، همه مردم، همه از سلبریتی ها بگیر تا مردم عادی. ولی خب به نظر من اینکه اطلاعات خیلی تخصصی نداشته باشن تو اون حوزه و بخوان ساکت باشن به نظر من این خوب نیست. اشکالی نداره، هر کسی یه نظر شخصی داره و یه موضع‌گیری داره. فلان هنرمند، بازیگر، خب در حوزه بازیگری و هنری که ایفا میکنه اگر نظرات داشته باشه به دلیل اینکه دانش شاید داره یا تجربه‌ای به دست آورده، خب من به عنوان یک بیننده، شنونده و یک مخاطب عام یا خاص صحبت‌های ایشون رو گوش می‌کنم، نظراتش رو می‌شنوم، بهره‌مند میشم. فردی که بازیگریش خوبه، فردی که فوتبالش خوبه، فردی که تو هنرش خوبه، این دلیل نمیشه که راجع به همه چی هر چیزی که نظر داره نظرش صحیح باشه، نظرش درست باشه. دانش سلبریتی ها گاهی به نظر میرسد که سلبریتی ها در حال قورت دادن جامعه هستند. گاهی برخی از آنها با پررنگ کردن مسائل و محتواهای سطحی و میانمایه جامعه را از تفکر و فرهنگ اصیل دور کردند. چرا آنها در جامعه تا این حد ضریب نفوذ دارند تا آنجا که در همه مسائل حتی سیاست ورود کرده و هدایت توده را با کمترین دانش به دست میگیرند؟ اینکه تاثیرگذار اونا بودن، تاثیرگذار الگوها هم الگوهای دیگه من خارجی هم همون یکی از نوازنده‌های همون دیوید گرت که جز نوازنده‌های برجسته دنیا است، اون الگوی منه که البته
میگن که انقدر تلاش کن تا الگوات به رقیبات تبدیل بشن. بعد یکی دیگه از الگوهای من کریستیانو رونالدوه. اما تو بازتاب انرژی منفی خیلی موفق‌تر میتونن عمل کنن. چرا؟ چون که خود جامعه‌ای که انرژی‌های منفی رو خیلی خوب جذب میکنه و خیلی خوب روش پرداخت میکنه و دست به دست میکنه. این جامعه‌ای که در حال شعله ور شدنه. پس با یک کبریت یه سلبریتی میتونه منفجر بشه. من فکر کنم این دو تا سوال مجزاه. سلبریتی ها در دادن انرژی مثبت نقش بسیار کم رنگ و در دادن انرژی منفی میتونن خیلی پر رنگ عمل کنن. خب بستر جامعه ما هم همچین چیزی رو بیشتر میپسند. خبرهای خیلی منفی خیلی زود بله خیلی زود بولد میشه، خیلی زود همگیر میشه، خیلی زود همه جا پخش میشه. بله. اما خبرهای مثبت قطعا خیلی کم رنگ تر خواهد. اکثر بازیگران نسبت هر اتفاقی که توی مملکت میفته و خب مسئولان نسبت بهش بی‌تفاوتن، این بارو فکر کنم هنرمندامون آرتیستامون به دوش میکشن. این درست نیست که بی‌تفاوت باشه، ولی اینم درست نیست که راجع به همه چیز بخواد نظر بده، راجع به چیزی که اصلا شاید اطلاعات هم نداشته باشه. سلبریتی ها حرفی زیادی برای گفتن ندارن، مجبورن که یه مقداری دایره ابراز نظرات خودشون رو گسترش بدن تا بتونن حالا در اینستاگرام فالوورای خودشون حفظ بکنن. بیشتر به نظر من برای اینه که میخوان فقط تو متن باشن، میخوان یه جورایی خودشون نشون بدن. یعنی هر اتفاقی که میفته میخوان یه نظری بدن، یه چیزی بگن از یاد مردم فراموش نشن. خیلی از این سلبریتی‌ها که با مردان همدردی مثلا به عنوان همدردی، در حقیقت همدردی منظورشون نیست. شاید مثلا بیشتر بودم همون محبوبیتی که میخوان بین مردم داشته باشن یا بیشترش کنن محبوبیت. مثلا این زلزله کرمانشاه که اتفاق افتاد، یه سری از این سلبریتی رفتن و اونجا بودن، عکس گرفتن تو اینستاگرام هم گذاشتن، صرفا میخوان بگن که مثلا ما بین مردم بودیم. در اینجاست که کیفیت و اندازه دانش و آگاهی مخاطب در مورد فردی که در ذهنش الگو قرار داده شده و یا از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است به فریادش رسیده و تأثیر لازم را در مواجهه با چالش مورد نظر دریافت خواهد کرد. نه حالا سوای فوتبالیست شخصیت این که تلاش کرده. خب کریستیانو هر کسی به نظر من افرادی که بالاخره تاپ میشن مثلا کریستیانو رونالدو مثلا میشه مسی مثلا چهرهای برتر میشن تو فوتبال. درست. اینا استعدادشو داشتن همه. آره حالا دیگه یه مقدار کمتر یه مقدار زیادتر اونا مهم نیست دیگه. بقیهش میشه اون تلاشی که طرف کرده، اون جون کندنی که کرده، اون جنگیدنی که واسه اون هدفش داشته. اما از لحاظ فرهنگی اینو من بگم، سلبریتی ها میتونن نقش خوبی داشته باشن توی مسئله فرهنگ سازی. این یک پیشنهاده به تمام ارگانهایی که رسانه در اختیارشونه. درست. این خیلی مهمه. این یک مسئلهیه که لااقل من فکر کنم بشه 50 یا 60% مشکلات یک جامعه رو بتونه حل بکنه این مسئله. درست. ولی نهادهای قدرتمند، نمیخوام اسم ببرم، هم شما میدونی هم من، اصلا نمیخوان همچین بوتی به قول اینها درست بشه که با یه دهن باز کردن اینا یه اتفاقی بیفته. در ناتوانی خیش خیره راهی هستیم که کورسوهای امید هم رو به خاموشی است و به دنبال بد میگردیم در بدترین هایی که در سلول فرار، عقل و اجبار محبوسند و قدر آن نداری تا دستانت را به نواختن سازت به درازی و نغمه‌ای بسرایی، تا چه رسد بسازی آن آهنگ زندگی را که در میان بند بندش بنا کنی آن صوت داوودی را، چون نفسی خوش بر نیاید از این سازهای ناکوک.